در این قسمت میخوایم مفهوم های پایه سیکوئل رو بگیم، DBMS، RDBMS و یه سری مفهوم های دیگه. برای فهمیدن سیکوئل ما در ابتدای سری مفهوم خیلی پایه تر رو باید بگیم. مثلا ببینیم که جدول یا تیبل چی هست. جدول یا تیبل یک کالکشن یا مجموعه از داده های مربوط به همه که به طور سازماندهی شده که در ساختار ردیف ها و ستون ها هست و به سادگی شما میتونید داده ها رو بهشون ساختار بدید و باعث میشه جدول که درک و مقایسه داده ها ساده تر بشه و به این صورت که اینها ردیفه به صورت افقی و اینها ستون. دیتابیس یا پایگاه داده مجموعه ای از این جدول ها هست که در یک کانتینر یا نگهدارنده هست. یک نوع از پایگاه داده یا دیتابیس ریلیشنال دیتابیس که زمانی که شما توی یک کانتینر چند تا جدول داشته باشید که به همدیگه مربوط باشن و بین اونها یک ریلیشن باشه و داده های مختلف در جدول های مختلف با همدیگه ارتباط داشته باشن به اون ریلیشنال دیتابیس گفته میشه. دیتابیس ها یا پایگاه داده روی کامپیوتر ذخیره میشن تا به طور ساده تغییر داده بشن یا بتونن اصلاح بشن. دیتابیس ها یا پایگاه داده به سادگی میتونن آپدیت بشن یا توسط کامپیوتر به اونا دسترسی پیدا کنیم. حالا میخوایم ببینیم فرق DBMS و RDBMS چیه و هر کدوم از اونا چی هستن. DBMS Database Management System به این صورت که ما به نرم افزارهای نیاز داریم که توسط اونها بتونیم روی این دیتابیس ها یا پایگاه داده کار کنیم یا اونها رو ویرایش کنیم. به طور کلی هر کاری که مربوط به دیتابیس و پایگاه داده باشه رو بتونیم با اونها انجام بدیم که به اونها سیستم های مدیریت پایگاه داده یا Database Management System گفته میشه. DBMS به کاربران در ذخیره کردن یا دسترسی به اطلاعات و یه سری کارکردهای دیگه کمک میکنه. RDBMS یا Relational Database Management System یک نوع از نرم افزارهای سیستم مدیریت پایگاه داده یا همون DBMS هست که با پایگاه داده مربوط به هم یا همون Relational Database کار میکنه. در یک نرم افزار DBMS زمانی که بخوایم با داده ها کار کنیم نیاز داریم که از دستورات یا کامنت ها شبیه زبان های برنامه‌نویسی استفاده کنیم. این دستور کامنت ها رو به عنوان SQL یا Structured Query Language میشناسیم. SQL چیزی نیست به جز یک زبان برنامه‌نویسی و پروگرامینگ لنگویج که تعدادی قوانین مخصوص خودش رو داره و به ما کمک میکنه که نرم افزار DBMS دستوراتی رو بدیم تا با پایگاه داده یا دیتابیس ها کار کنه. دقیقاً شبیه C++، جاوا، پایتون و مابقی زبان‌های برنامه‌نویسی، SQL هم یک زبان برنامه‌نویسیه. تعداد زیادی DBMS وجود داره مثل برنامه‌های مختلف. به طور کلی SQL یک زبان برنامه‌نویسیه برای مدیریت دیتابیس‌ها یا کار با داده ها. از SQL برای وارد کردن، آپدیت و ویرایش داده در این پایگاه داده استفاده می‌کنیم.